رسیدیم به جایی که من با اون حالت لهی رسیده بودم جلوی آفیسر و حالا میخواستم قانعش بکنم. یعنی میخوام اینو بگم به بچه ها که فکر نکنید که حالا مثلا اگر اون ویزا یه اوکی 100%. ببین شما تا لحظه ای که یعنی آفیسر مرزبانی قدرت اینو داره که حتی ویزای شما رو تایید نکنه و شما برگردید دوباره، یعنی این اتفاق هست. نمیخوام استرس بهتون بدم چون این اندازه خودش استرس داره، ولی میخوام اینو بهتون بگم که حتما باید قادر باشید با آفیسر صحبت کنید. یک حرف اشتباهی که حالا شما بنا به درست متوجه نشدن وقتی میزنید دوباره پروسه شما رو سخت‌تر میکنه و این مسائل. یعنی اگر هم هستا، یعنی ما هم بله روش نوشته که ویزای اقامتی صادر شده ولی این هیچ گارانتی شما بتونید وارد خاک بشید. آفیسر تصمیم میگیره که شما وارد خاک کانادا بشید یا نه، دقیقاً پی آر رو برای شما صادر میکنه، ولی خب خیلی سوال جواب نمیکنه. حالا من بعدا میگم. آره حالا اون پروسه شما یه مقدار فرق میکنه. میگم پروسه منم شاید، یعنی دوستایی که اومده بودن حالا بود که کسایی که خب راحت تر اومده بودن، من یه ذره به خاطر شرایطی که داشتم موضوع رو برای اون پیچیده تر کردم. و یه چیزی که هستش کلا کانادایی ها، خب تو این الان بهتر میفهم که من میگم کانادایی ها کلا مثل ما نیستن، اصلا قدرت تحلیل و مسائل پیچیده خیلی گیجشون میکنه چون اصلا عادت ندارن. ببین این آدم هایی این یه رباتی که بهش یه برنامه ای داده شده و اونا این اون برنامه رو میفهمن، یعنی یه ذره این طرفتر یا اون طرفترش برشون قابل تفسیر نیست و اصلا دلیلی نمیبینن که خودشون سر موضوع خاصی بخوان مثلا فکر بکنن، درگیر کنن. خیلی راحت موضوع رو میذارن کنار تا زمانی که براشون کلیر باشه، واضح باشه. اصلا حاضر نیستن که یه ذره بیشتر بخوام فکر بکنن. این یه خاصیتیه که توی شما مثلا کار اداری میدی انجام میدی، حالا شاید شدت و عددش تو جای مختلف فرق باشه ولی به طور کل اینا این مدلی هست که خیلی حوصله ندارن. مثلا شما اگه با یه ایرانی صحبت میکردی اصلا این موضوع پیچیده ای نبود، که حالا میخوام بگم آخرم یه ایرانی مشکل ما رو حل کرد. یه آفیسر ایرانی شانس ما بود که حالا بنده خدا اون نمیخواست که نشون بده، یعنی من همون اول از روی چهرهش متوجه شدم، دور بود نمیتونستم اسمش رو بخونم، ولی به همون اول به همسرم گفتم این آقا ایرانیه. خب حالا هیچی نشد. آره آفیسرها که نشسته بودن، ما شانسمون یه آفیسری که اصلا از گلچ و گلها بود بهمون برخورد کرده بود دیگه، اون خیلی دیگه مون رو از ماست میکشید بیرون. کناری اون آفیسر کنارش که نشسته بود داشت حالا کار خودش رو انجام میداد، من از روی چهرهش تشخیص دادم که ایشون ایرانیه، چون خیلی حواسش هم به ما بود که ما صحبت میکردیم، احساس میکردم داره گوش میکنه. مثلا من با شوهرم که صحبت میکردم میگفتم حالا چیکار کنیم، من چجوری، من اصلا نمیتونم برگردم، چه وضعیه. مثلا همینجوری داشتیم حرف میزدیم اون متوجه میشدم که از حرکات چشمش که داره ما رو متوجه میشه که ما چی داریم میگیم. بعد خلاصه که 2 ساعت و 40 دقیقه اینا، یعنی یه چیزی که یعنی احساس کردم شاید برای من 10 سال گذشت اون موقع، که حالا شما فکر کن با اون وضعیت تو همینجوری موندی چیکار بکنی. و دارم میگم اگه بچه ها احساس میکنن که نکته‌ای تو پروندهشونه که نمیتونن بیان کنن یا مثلا زبانشون اونقدر خوب نیست، همون اول بهتره بهش بگن که مثلا ما نمیتونیم انگلیسی صحبت بکنیم و ما یه مترجم لازم داریم. چون شما وقتی که شروع به صحبت میکنید دیگه اونا فرض این که شما زبانت اوکیه دیگه، یعنی اون اشتباهاتی که شما میکنی وسط صحبت رو بر اساس این نمیذارن که زبانت اوکی نیست، میگن خب تو خودت خواستی که صحبت کنی و وسطش هم دیگه نمیتونی مترجم بگیری. این باید یه چاهی میشی که خیلی عمیقه، اینه که همون اول بهتره که حالا این کار نکنی. بعد دیگه ما هی داشتیم صحبت میکردیم، ما قانعش میکردیم که اینجوری ها نمیشد دیگه. بعد این رفتش با اون همکارش که کنارش بود صحبت کرد، گفتش که من تو این قضیه گیر کردم اصلا نمیدونم. خب اون موقع شبم بود نمیتونست با دانشگاه تماس بگیره، وگرنه میگفتش که خب اگه روز بود من با دانشگاه تماس میگرفتم شاید اونا به من میگفتن که مثلا باید چی کار کنم. حالا اون بنده خدا خدا خیرش بده گفتش که من اگر جای شما باشم، فارسی اصلا صحبت نکرد با ما، به اون گفتش که من اگه جات باشم یه ویزای کوتاه مدت به اینا میدم، اجازه ورود بهشون میدم، بعد اونا اگر رفتن حالا توی دانشگاه چه دوره زبان گرفت چه دوره اصلی گرفت بعد دوباره تمدید ویزا میکنه، اینطوری هم اونا به خواستهشون میرسن که وارد میشن هم تو میتونی به حرفت برسی، منطقیه. بعد اونم یکم فکر کرد و گفتش که خب باشه منطقیه و این کارو کرد در نهایت بعد از 2 ساعت خورده. بگم اینه که
اتفاق در تو کشور مثلا مثل ایران میافتاد، شاید این احتمال بود که طرف بدتر گارد هم بگیره و بگی که نه من خودم میدونم چی کار بکنم و دقیقا عکسش رو عمل میکرد. آره دیگه، اصلا شما نمیتونستی مثلا ببین، ما توی ایران یه شرایط خاصی داریم، طرف یا انقدر خودش، یعنی کلا ما توی ایران هممون احساس میکنم یه کوچولوی مدلیم که نمیخوایم که مثلا قبول کنیم ندونستن مثلا بعضی از جاها، بعضی چیزا رو نمیدونیم. ببین من اینجا این تجربه دارم که یه استاد دانشگاه جلوی مثلا 70 نفر آدم میگه من این سوال شما رو نمیدونم، و اصلا آر نمیدونه که مثلا به شما بگه نمیدونم. ببین مثلا میگه که من نمیدونم، یا شما مثلا میدید دکتر، دکتر بهت میگه که من این موضوع رو نمیدونم، یا مثلا میگم استاد بین اون هم آدم گوگل میکنه میگه مثلا من گوگل کنم، نمیدونم. اینی که یه چیز رو ما، ولی ما ایرانی همه چی رو میدونیم. خب ما چون همه چی دان هستیم، ولی یه جوابی آره، یه دانایی خاصی داریم کلا ما هممون، از خودم رو میگم، نمیخوام که مثلا بگیم من نمیدونم، بعد بر اساس همون اطلاعاتی که در اون حد ناقصه و کامل نیست میخوایم تصمیم گیری کنیم. مثلا اگر دقیقا همون چیزی که میگی، اگر یک نفر تو ایران می بود، خب بر اساس اون دانش خودش میخواست خودش به تنهایی تصمیم بگیره، ولی خب این یه جایی رسید که احساس کرد نمیتونه تصمیم بگیره. یعنی به منم گفت، خودش گفتش که من اگر الان دانشگاه باز بود تماس میگرفتم، از اونو کمک میخواستم. و یه نکته دیگه اینجا بگم، این که آدم اگر وکیل میخواد بگیره، وکیل رسمی باشه، شما قدرت اینو داری که اونجا بگی که من شماره وکیلمو میدم، شما هر سوالی داری با وکیلم صحبت کن و خودتو اصلا درگیر ماجرا نمی کنی. ولی من چون این آقا ایجنت بود و علاوه بر قانونی من نمیتونستم بگم که این آقا مثلا وکیل منه، مجبور بودم خودم صحبت کنم. ولی اگر که خب وکیل میداشتم این مشکل اصلا نبود، خود وکیل میتونست صحبت کنه، مثلا میتونستم شماره وکیل بدم اونم بگیره و صحبت کنه. در نهایت اینجوری شد که به من 3 ماه، آره دقیقاً از روزی که، از همون لحظه، نه از اون روز، من نوامبر که وارد شدم، اول ژانویه قرار بود دوره یعنی کالج باز بشه، ولی به من از همون تاریخ 3 ماه دادن. یعنی گفتش که زمانی که شما برید دانشگاه از همون لحظه باید اقدام کنی برای تمدید ویزا، چون 1 ماه جلوتر باید برای تمدید ویزا اقدام بکنی. در نتیجه گفتش که خب حالا من فرض رو میگیرم که شما دارید درست میگی، و یک ویزای 3 ماهه به من داد، استادی پرمیت هم همونجا پرمیت گرفت به من داد، و کار خیلی خوبی هم که کرد، ورک پرمیت شوهرم همونجا داد، که خب بعضیا ورک پرمیت اونجا نمیدن، یعنی مثلا آدرس میگیرن میگن که بعدن میفرستن، ورک پرمیت هم همونجا صادر کرد، اونم به حسب همون 3 ماه، یعنی 3 ماه ویزای من، 3 ماه هم ورک پرمیت. و حالا اینجا بگم که اگر مثلا بچه باشه، ما بچه نداشتیم، اگه بچه داشته باشین هم اونم بچه شما هم همونطوری میتونه وارد بشه دیگه، اونم یه ویزایی داره، ویزای بچه هم صادر میشه، و اگر مدرسه قرار باشه بره، خب باز اونم میتونه از همون تاریخ مدرسه بده و شرایط بچه هم اوکی، یعنی جز همراه شما حساب میشه. یعنی هر دانشجویی میتونه یک نفر رو با خودش همراه داشته باشه، میتونه مادرش، خواهرش، برادرش، یه همراه دانشجو میتونه داشته باشه که اگر بچه هم داشته باشه که میتونه بچه‌ش هم با خودش باشه. بچه همراه حساب نمیشه، میتونه همراهش هم بله. مثلا شما اگر که همسرت هست و 2 تا بچه دارید، 4 نفری میتونید وارد بشید. مثلا 3 تا بچه دارید، 3 تا بچه با 2 تا خودتون، 5 نفری میتونید وارد بشید. همراه در واقع اون به یک نفر در واقع ورک پرمیت میدن. البته این قضیه برای دارم میگم برای بچه‌هایی که دانشگاه اپلای میکنن یا کالج. حالا اونایی که دبیرستان و دبستان و اینا هم که اونا قضیهشون فرق میکنه. اونا میتونن یه همراه داشته باشن، اما همراهشون به صورت ویزای توریستیه، یعنی مجوز کار نداره. اون یه قضیه دیگه ای اصلا باز داره. اینجوری دیگه. بعد ما ورکنگ تو چیز رو گرفتیم و اومدیم، و حالا بماند که چه حس و حالی داشتیم و ورودمون. بالاخره کسانی که اینجا دوست دارن، آشنا دارن، فامیل دارن، یه چند بار خودشون اومدن و رفتن، خب خیلی براشون هضمش راحت تره تا اینکه خب ما اولین بار بود اومده بودیم، هیچ کس رو اینجا نداشتیم و حالا دیگه خیلی شرط سخت بود. یه جایی رو گرفته بودیم، یه مثل موتل بود در واقع، برای 2 هفته اونجا رو گرفته بودیم و یه رفتیم اونجا و یه تقریبا میگم فاصله بود تا شروع کلاس ها.
بعد 2 هفته قبل از شروع کلاس هایی که اول ژانویه باشه، 2 هفته قبلش من قرار بود که امتحان، همین امتحانی که برای ورود کالج بود، و خیلی خوشحال و خندان میخواستم برم امتحان بدم. حالا قبلش هم یه ذره مثلا من 4 تا کتابی خوندم و یه 2 تا اسی برای خودم نوشتم و احساس کردم دیگه خیلی دارم با آمادگی میرم، اوکی هم دیگه اصلا. ولی خب استرس رو داشتم. می رفتیم اونجا و که امتحان بدیم، امتحان دادیم، باز خیلی در اینجا خوشحال بودم چون امتحانه رو یه جوری تصور کرده بودم مثلا یه چیز مثل آیلتس دیگه، که اصلا قابل مقایسه نبود، یه چیز خیلی آسونه، مثل یه امتحان ورودی، اصلا اسی نبود در واقع، یه 2 تا پاراگراف نویسی قسمت رایتینگش داشت که در مورد خودت می‌خواست بنویسی، که من باز اینجا خیلی خوشحال بودم، اصلا همه چیز برام خیلی خوب بود. حالا توی قسمت لیسنینگش یه ذره چون صدا داشت بد پخش میشد، یه ذره اولش عقب جلو شد و عقب موندم، یه ذره توی لیسنینگش اوکی نبودم، ولی خب باز فکر میکردم که در اینجا بازم فکر میکردم یک یا 2 ترم بیشتر من به هم زبان نمیخوره، دست بالا. اینو بگم که کلن ESL دوره‌هاش 8 ترمه، یعنی کلن از اول تا در واقع 9 ترمه که 8 ترمش اجباریه، یعنی شما زمانی که میخوای بری وارد ترم اصلی بشی، اگر آیلتس نداشته باشی باید حداقل 8 ترم زبان رو خونده باشی. بعد خب من رفتم امتحان دادم و منم انقدر خوشحال بودم، گفتم نه خیلی امتحانش اصلا اوکی اوکی هم. بعد یه روزی که نتیجه ها یه جوری هم نتیجه ها رو میذارن که شما مثلا نری اعتراض بکنی، یعنی دقیقا میری نتیجه تو از پشت شیشه میبینی، میری سر کلاست میشینی، این مدلی. آره نو اصلا هیچ راه ندار. بعد اینم بگم که اونایی که آیلتس داشتن، که مثلا وکیل من به من میگفتش که شما آیلتس بگیر، آیلتس رو داشته باشی، حالا فوقش میگه اینجا امتحان میدی. بعد وقتی که رفتم اونجا دیدم این قانون رو گذاشته بودن اونجا که کسایی که آیلتس داشتن دیگه نمیتونستن امتحان بدن، از قانون امتحان دادن چیز بودن، یعنی همونجا گفتن اونایی که آیلتس دارن بگن، اونایی هم که آیلتس داشتن خوشحال بکردن که مثلا یه امتیاز قرار بهشون داده بشه، مثلا ما داریم اینا، مثلا خب بیان از صف بیرون، شما نمی امتحان نمی. بعد اونم بر اساس آیلتسشون، مثلا اونی که آیلتس، حالا شما سر کدوم کلاس و کدوم لول بریم بشینی، بر اساس نمره آیلتسشون بهشون تشخیص میدادن که مثلا شما الان باید برید این سر این کلاس بشینی. مثلا کسی بود که آیلتس ما باید 6.5 می‌داشتیم که بتونیم بریم توی مثلا رشته اصلی، مثلا اونی که آیلتس 6 داشت اومدن، بعد خیلی زرنگیه کامل، یعنی کالج به سمت خودش دیگه، اومد نگاه کرد گفت خب باشه شما آیلتس 6 داری، پایین ترین نمره چی بوده؟ مثلا اومد نگاه کرد پایین ترین نمره یه طرف بوده 5، مثلا لیسن دیگه بوده 5.5، برو سر لول 5 بشین. اینطوری شد که مثلا بود کسی که آیلتس 5 داشت، بعد پایین ترین نمرهش 4.5 بود، مثلا گفتن که برو آیلتس، برو سر کلاس 4 بشین. اینطوری من هم که خیلی خوشحال دیگه رفتم مثلا اونجا نگاه کردم و دیدم که خب توی لول 8 رفتم، نگاه کردم اسم من اینجا نیست، خب 7 اینجا هم که نیست اسم من، اشکال نداره دیگه، حتما تو 6 هست، تو 6 هم نیست، تو 5 هم نیست، ای خدای بزرگ. یعنی من رفتم دیدم، رفتم گفتم که اسم من اصلا اینجا نیست، فکر کنم اشتباه شده و اینا، یه نفر اومد اسم چیه شما تو چیه و اینا، نگاه کرد گفت چرا دیگه اسم اینجاست، توی 4 بودم، توی 4 بودم، یعنی سکته کردم در اونجا، یعنی 4 تا 3000 تا برمیدیدی واسه زبان، بله 12000 تا که من اون، حالا شما حساب کن 4 تا هم 2 ماه زمانت هم هست دیگه، حالا هم پولت هست هم زبانت هست، و یعنی شما 8 ماه باید زبان بخونی. یعنی اینو که به من گفتن شما نمیدید من چه حالی شدم، که اصلا یعنی فشارم افتاد، اصلا خیلی حالم بد شد دیگه، رفتم اعتراض کردم و گفتم که اصلا امکان نداره من این کارو نمیکنم، من نمیشینم. گفتن که دیگه همینه، و امتحان گفتم من میخوام یه بار دیگه امتحان بدم، و دیگه گفتم مثل اینکه متوجه نیستی کجا اومدی، اینجا کشوری هست که شما کلا باید بپذیری دیگه، کلا خودت میدونی اینجا یه چیزیه که شما اصلا نمیتونی. من روزی که اولی که اومدم اینجا گفتم که چقدر اینجا همه چی خوبه، چقدر آدما آرومن، چقدر همه چیز قشنگه، مثلا همه آرامش دارن. الان به نقطه رسیدم میدونم که خب چاره جز این آرامش نیست، یعنی شما یک زمانی که یه چیز رو بهت بگن نه نمیشه، هیچ کاری نمیتونی بکنی اصلا. یعنی کسی هم مودی تصمیم نگرفت تو رو بذاره سر لول 4 که تو اگه باش حرف بزنی بتونی روش تصمیم، اصلا فایده ای نداره میدونی، یعنی اینطوری نیست که برم مثلا اینو ببینم، واسطه ببینم، فلانی رو ببینم، میدونی عادت کردیم خب این مدلی،
حالا مثلا بریم صحبت کنیم، بعد معادلت کردم. من خودم به شخص چون از این رو همیشه نتیجه میگرفتم، مثلا تو اداره سازمان خودم هم تو اداره سالها کار میکردم، این جواب میداد که شما میرفتی با یه نفر صحبت میکردی، منطقا شاید طرف دستش باز بود یه کاری برات بکنه، ولی اینجا اصلا این روش در هیچ جایی جواب نمیده. هیچ، وقتی که به شما یه چیز رو میگن نمیشه، خب نمیشه. و الان به این پذیرش رسیدم، خیلی ریلکس وقتی بهم میگن که یه چیزی نمیشه، آرامش رو خیلی خوب میگم thank you میرم اصلا هیچ. ولی اونجا خیلی تلاش کردم و در نهایت خیلی قشنگ رفتم همون چهار نشستم. و وقتی رفتم توی چهار نشستم، دیدم کسایی اونجا نشستن که در حد، یعنی زبانشون انقدر ضعیفه، انقدر ضعیفه که نمیتونه مثلا طرف خودشو پرزنت کنه حتی. چرا بودن تو اون لول؟ تو یه اسکیلت پایین، نمرت خیلی پایین تر بوده. حالا اینو میخوام بگم، بچه های پیار دامستیکا با بچه های اینترنشنال همه یه جا بودن. در مورد بچه های دامستیک، خب اونا میان زبان میخونن، اوسب میگیرن، یعنی یه پولی رو دولت میاد به اینا تحت عنوان وام میده، کمک هزینه میده که اون درس رو بخونن، یه پولی رو هم میده به خاطر اینکه اینا دارن وقت میذارن اینجا درس میخونن، زبان میخونن، دوره اصلی یا زبان، اینا یه پولی رو میگیرن که دارن میان و پس به نفعشونه که حالا هر. بعد یه خانمی بود که خیلی زبانش سطحش پایین بود، من چون خیلی ناراحت شدم اونجا بهش گفتم خب ببخشید شما مثلا، گفت من دامستیکم، من پیار دارم، من خیلی تلاش کردم که منو مثلا بذارن دو حتی یک، ولی به من گفتن از چهار کمتر دیگه ما کسی رو نمیذاریم. یعنی دقیقا برعکس بود و من رفته بودم اصرار میکردم که منو حداقل بذارید پنج، اصلا با من یه مکالمه کنین، اصلا بیاین دوباره یک چیزی داشته باشین، اگر اونجوری شد حرف شما درسته، یا برگه منو دوباره در بیارید من ببینم غلطام کجا. قبول نکردم و من فهمیدم که خب این سیاست کالجه که به هر حال اینترنشنال باید پول بده بیاد از یه جایی، اونم که خب دارن بهش پول میدن، نمیشه که بره از ترم یک مثلا بشینه. اونجا فهمیدم که اشتباه از من بود که من آیلتس نداشتم. اگر حداقل من یه آیلتس حتی کمی میداشتم، پنجو که میتونستم بگیرم یا مثلا 5.6 که میتونستم بگیرم، میتونستم برم بالاتر. این اشتباه خودم بود که باعث شد، یعنی من فکر نمی‌کردم که اینجوری گیر بکنم، می‌دونی؟ بعد چیزی که اینجا باز برای من، بعد باز دوباره به من پیشنهاد دادن، گفتم اشکال نداره قصه نخور، حتی با وکیلم دوباره اینجا زنگ زدم تلفنی صحبت کردم و اینا، گفت اشکال نداره تو برو یه ترم تو بخون تو این فاصله، برو اینجا آیلتس بده، خب مثلا اگه دو ماه هم بخونی آیلتس بدی باز جلوی دیگه، آیلتس تو می‌ذاری دو سه ترم دیگه رو نمی‌خونی دیگه. گفتم خب اینم خیلی خوبه دیگه، اوکی خوشحال باز. گفتم خیلی خب پس اول من برم ویزای تمدیدم انجام بدم، چون دیگه بعد حتما تمدید ویزا انجام میدادم. میخوام اینو بگم به بچه ها، این چیزی که ما استنباط داریم و فکر میکنیم که همه چیز دست ما میتونیم یه سری چیزا، اینجا یه قوانین هست، اول به شما میگن شما خوشحال میشید، بعد همه چیز مثل یه حلقه به هم دیگه وصله، یعنی یک جا رو اگر تو نتونی یه سری یه چیز طولانی رو تو دیگه باید همونجوری طی کنی، میدونی اینطوریه. اینو بچه‌ها در نظر باید بگن، اصلا مثل ایران نیست، یعنی همه چیز مثل یه حلقه به هم بسته. بعد من وقتی که برای تمدید ویزا اقدام کردم، خب باید تمدید ویزا که می‌خواستم بکنم از این طرف، خیلی زود باید این کارو می‌کردم، چون شوهرم داشت دنبال کار می‌گشت، با سه ماه ویزای کار بهش چه کار نمی‌دادن. خب رفتم تمدید ویزا کنم، گفتم خب یه نامه‌ای بعد از طرف دانشگاه یا کالج بیاری که نشون بده مثلا شما اینقدر داری درس می‌خونی، طبق اون باز به شما چیز میدن، مثلا اگر شما نشون بدید دو ماه می‌خوای درس بخونی، خب دو ماه فقط بهت ویزا میدن. مثلا من می‌خواستم برم نشون بدم آقا من یه ترم دیگه زبان می‌خونم، بعد می‌خوام برم آیلتس بگیرم دیگه، اینجا رو نمی‌خوام دوام بکنم 4 ماه رو. بعد خب از طرفی به ترم ژانویه دیگه نرسیده بودم دیگه، ترم ژانویه بچه‌ها شروع کرده بودن، من باید وای میستادم تا ترم سپتامبر دوباره، خب چون نمیتونستم که وسط کار دوباره برم. بعد این شد که من رفتم اینترنشنال، باهم صحبت کرد، گفتم میتونی این کارو بکنی، آیلتس بگیری، مثلا نخونی زبان تو، اما چی میشه این وسط ویزای کم به تو میدن، استادی پرمیت ویزا مثلا میشه همون دو ماهه، بقیه این گپی که فاصله میفته تا ترم اصلی تو به تو ویزای توریستی میدن، و اگه به من ویزای توریستی میدادن شوهرم دیگه نمیتونست کار بکنه. و این مسئله قضیه مرغ و تخم مرغ شده بود که تو نمیدونستی الان باید کدومو بگی درسته، میدونی اصلا من فقط دو روز به یک کنج خیره شده بودم، نمیدونستم اصلا باید چیکار بکنم، یعنی توی یک باطلاقی گیر افتاده بودم.
یعنی نمیتونستم اون راه انتخاب کنم، نمیتونستم این راه انتخاب کنم، که در نهایت طبق چیزی که حالا نشستیم سبک سنگین کردیم، همسرم گفت اشکالی نداره مجبوریم 3000 دلار رو بدیم، چون در واقع پول ویزاییه که داریم اینجا میمونیم، تو فکر کن اصلا این زبانم احتیاج نداری، تو فکر کن که پول اضافیه، ولی فکر کن به این موضوع فکر کن که داری ویزا میخری، یعنی پول تو دادی داری ویزا، من مجبورم که اینجا کار بکنم وگرنه باید برگردیم. و من هرچی حساب کردم دیدم خب، حتی دوستان به من پیشنهاد دادن خب برگرد، و من وقتی حساب کردم دیدم اون هزینه رفت و آمد و اینکه دوباره برگردم بیام، دوباره همین جا افتادنه، توی کشیدنه و هزار تا مسئله دیگه، دیدم منطقی هم نیستش. پس تصمیم گرفتم بدون هیچ مقاومتی همون جوری زبانم ادامه بدم. خیلی غم انگیز بود، چون که من حالا ترم 4 و 5 واقعا مثلا 4 یه طوری بود که خب اصلا برای من هیچ چیز جدید چیزی نداشت، اصلا چیز جدیدی نداشت. همه سر کلاس من تشویق کردن آفرین، مثلا استاد میگه آفرین، خب برای خودم خیلی خنده دار بود دیگه. ببین وقتی که شما میای تا یکی دو ماه به صورت ناخودآگاه همش داری دلار رو به ریال رو تبدیل می‌کنی، مثلا همش تو این توهمی، یعنی یه دونه آب می‌خری مثلا میگی که این آفرین آفرین، یعنی من مثلا میگفتم خب 30 میلیون دادم که مثلا بخوام مثلا بگیرم، اما این رو گذشته ساده مثلا یاد بگیرم، یعنی این خیلی برای من دردناک بود. اصلا تو نمیدونی، یعنی وقتی مثلا سر کلاس بچه ها میخندیدن، بعد مثلا من خب کلا خیلی آدم خوشخنده و شادمانی هستم، ولی مثلا وقتی که میدیدم همه دارن میخندن، من همجوری گفتم به چی میخندین آخه چیه؟ بعد این دوستام که مثلا یادم خیلی همیشه تا همین الان میگن مثلا یادت مثلا میگفتی که هر یه دقیقه برای من چقدر میفته، خب برای من خیلی چیز بود، دوست داشتم که وقت خنده و مثلا شادی کردن و نمیدونم اینا نیست دیگه. من این حال پول دادم، خب من هی تو این فاصله اسئله مینوشتم میبردم به استادم نشون میدادم، مثلا کارهای فوق برنامه میکردم، هاش دلم میخواست از این تایمم یه استفاده کنم. خب من کلا بچه درس خونی اصلا نبودم، یعنی توی ایرانم که بودم خدایی اصلا نه به درس علاقه داشتم نه من دانشگاه اصلا درس خوندم و توضیح ندم خیلی بهتره، خیلی چیز نبودم، این روشم گفتم اجباری هم انتخابش کردم، ولی اینجا که اومدم خب اصلا درس خوندم برای من یه مدل دیگه است، اصلا یه هدف دیگه است. خیلی عذاب کشیدم، یعنی ترم 4 5 6 7 8 خوندم، این 8 رو خوندم با یه زجر اصلا قابل وصف، اصلا من نمیتونم وصفش کنم. اینه که دارم میگم که اگر تو ایران من زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم، به این دوچار نمیشدم. خونده بودی برای آیلتس یا آیلتس مثلا؟ اصلا دیرتر میومدم، یعنی اگر من دیرتر میومدم باز این همه زجر و هزینه و بماند که چه فشارهای روحی رو من اینجا تحمل کردم، یعنی واقعا داغون شدم، اصلا نمیتونم توضیح بدم توی جمله که بگم که مثلا چه جوری بود. خیلی روزگار سختی بود، خیلی روزگار سختی بود، و نمیتونستم کسی رو ملامت کنم غیر از خودم. دقیقاً. چون واقعا در به آدم فشار میاره که میدونی کار خودته. این کار خودم بود، یعنی این که مثلا خب خیلی از بچه‌ها بودن که خب مثلا میگفتن وکیلمون به ما نگفت، نمیدونم این اون بود، ولی خب من نمیتونستم بگم که وکیلم به من نگفت، چون وکیلم خیلی به من تاکید کرده بود، و این دیگه چیز خودم بود، مشکل خودم بود. حالا بماند که اگر بحث مسائل مالی نباشه بازم فکر بدی نیست، چرا که حالا تو اون مدت زبانی که ما تو ایران خوندیم با زبانی که اینجا میخونی خیلی، یعنی فقط ترم 4 و نیمه های 5 هم حالا آخرش زبان خوب شد، 6 و 7 و 8 برای من عالی بود، یعنی من با اینکه خودم زبان خونده بودم توی ایران، یعنی یه چیزایی یاد گرفتم اینجا که اصلا خودم واقعا برام جا افتاد، یعنی خیلی خوب بود، دوستای خیلی خوبی اونجا پیدا کردم، فرصت خیلی خوبی بود برای آشنایی خیلی چیزا، ولی خب این بحث مالیش برام خیلی سنگین بود، خیلی، یعنی اگه کسی این مشکل رو نداشته باشه شاید اوکی باشه، چون مثلا تو فاصله شوهرم کار کرد و سابقه کاری کسب کرد، خب الان که تقریبا 2 سال یکی دو ماه دیگه میشه 2 سال، خب اون سابقه کاری رو داشت دیگه، یعنی 1.5 سال الان سابقه کار داره، خب اون راضیه از این بابت که حالا اون پولم صرف کرد، ولی خب میگه من باهاش کار کردم، سابقه کاری باش گرفتم ده. ولی برای من خیلی روزای سختی بود، خیلی خیلی بعد از همه اینا مهمتر یه نکته که خیلی مهمه جا افتاد. ببین من توی ایران روی این حساب کرده بودم که دانشجو میتونه 20 ساعت در هفته کار بکنه،
اما اینو نمیدونستم، سوالم نکرده بودم از وکیلم، چون فکر میکردم که اصلا قرار نیست که اینقدر زبان بخونم. نمیدونستم که دانشجویی که داره زبان میخونه اصلا دانشجو حساب نمیشه و این بزرگترین شکست زندگی من بود. هشت ماه کنی کارم نتونی بکنی، این تصورش نمیدونم، شاید واقعا یه عده متوجه نشن چقدر میتونه این مسئله سخت باشه، چون من روی حساب کرده بودم. این یه جایی تو معادلاتم بود که 20 ساعت در هفته رو خب کار میکنم، حالا یه گوشه کار رو حداقل میتونم بگیرم. و بعد فهمیدم که بیمه ای که داره منو پوشش میده دانشگاه، خب یه بیمه ناقصیه، یعنی مثل بیمه بچهای ترم اصلی نیست. همه چیو اینجا به دانشجوها خیلی بها میدن، شما هر جایی میری یه سری تخفیف دانشجویی داری، ولی خب مثلا من میرفتم میگفتن که نه خب ESL که دانشجو هنوز حساب نمیشه، یعنی پارت تایمه و دوره های پارت تایم به کل اصلا جز اون شرایط دانشجو حساب نمیشه. حالا بماند که برای حساب بانکی و کردیت کارت ما به یه شانسی خوردیم، یه خانمی بود که حالا اینو در نظر نگرفت که من رشته دارم زبان میخونم، ولی ممکن بود، یعنی خیلی از بچه ها بودن که کردیت کارت هم حتی تو اون مدت نتونستن بگیرن و حساب بانکی هم نتونستن باز کنن و مسائل این چنین. یعنی اصلا شما وقتی داری زبان میخونی هویت دانشجویی نداری هنوز، و وقتی کردیت کارت نداری انگار هنوز تو کانادا نیستی، انگار هیچی، انگار اصلا وجود نداری دقیقا. اینو ببین بچه ها، آره اینو میخوام، حالا اگر تونستی مثلا یه دفعه یه لایو مخصوص کردیت کارت، چون کردیت کارت خیلی بحث مهمیه، نه بحث این که مثلا شما فقط یه پولی دارید که مثلا میخواید بدید ماه به ماه، شاید اصلا شما اونقدر رو خرج نکنید، این اعتباریه که به شما میده. یعنی شما اگر کردیت کارت نداشته باشی نمیتونی موبایل بری، خط موبایل بخری، نمیتونی کوچکترین کارهایی که میخوای انجام بدی، اصلا این هویتی نداری. بعد اینجا این مدل نیست که مثلا بگن شما همسر آقای فلان هستی یا شما دختر خانم فلانه، اینجا هر آدم شخصیت مستقل داره برای خودش و اینا خیلی سخت بود دیگه. حالا میگم من نتونستم تو اون 8-9 ماه کار بکنم، این یه ضرر بزرگ بود، هزینه بسیار زیادی متحمل شدم و حالا ضربات خیلی شدیدی که خوردم لازم بود، چون واقعا اینا همه چیز بود دیگه، یعنی من هر لحظه احساس میکردم یه سیلی دارم میخورم، چون چیزایی بود که اصلا انتظار نداشتم برام پیش اومده بود. و بعد دیگه حالا دیگه درسم که تموم شد رفتم دوره اصلی رو سلامتی و دیگه اونجا اونجا دیگه بماند که حالا باز دوباره برو دنبال کار بگرد. و حالا من 9 ماه 8 ماه 9 ماهی که زبان میخوندم در آرزو این بودم که کی بشه که من بتونم ورک پرمیت بگیرم، مجوز کار بگیرم و بتونم کار بکنم. بعد تا اون روز هر جا میرفتم کار میخواستم پیدا بکنم به میگفتن اوکی تو اوکی و فقط مجوز نداری، مجوز کار تو داشته باش، ما مثلا مشکل تو حل میکنیم این دیدی. و روزی که مجوز گرفتم خیلی خوشحال بودم، کاندید کرده بودم جایی رو که میخوام برم الان کار بگیرم. و دقیقا 1 هفته بعد از اینکه مجوز کار من اومد، به دلیل کرونا و قرنطینه همه جا بسته شد، همه جا بسته شد. اصلا الان دارم تعریف میکنم دوباره صدا اصلا رفت. خب حالا منم باید بگم، من بهتون داستان خودم خوب و این اتفاق برای من افتاد. یعنی اون همین که گفتم توی مهاجرت شما نمیتونی برنامه ریزی بکنی برای اتفاقایی که نمیره، همیشه یک سری آدم ها یه سری اتفاقا یه سری افراد معمولیت این دارن که برنامه های تو رو کلن بزنن داغون کنن و این همیشه یه آمادگی رو باید یعنی داشته باشی. یعنی مثلا میخوام اینو بگم به بچه ها که من توی ایران پیش بینیم این بود که 2 ماه 3 ماه از جیب میخوریم، بعد مثلا این کار میکنم این کار میکنم، مثلا دوتا همزمان که بیکار نمیمونیم، من یه کار دارم اون داره این اون. با توجه به اینکه خب من تو ایران سالها بود کار میکردم، اصلا آدمی نبودم که بیکار بشینم، خب اون تصوراتی که من از خودم داشتم با اینجا اصلا کاملا متفاوته و اون پیش بینی ها اصلا از آب در نیومد و ما مجبور شدیم مدت خیلی زیادی از جیب بخوریم و هزینه زیادی در بخش متحمل بشیم. اینه که بچه ها اینو داشته باشن که اون مثلا میپرسن همیشه از من مثلا چقدر پول کافیه، چقدر دلار ما با خودمون بیاریم. خب اینه که پرسیدن دوستان،
مثلا من بهتون بگم که خب حالا بیایم حساب کنیم بگیم که شما یه ترم چیزام که من تو ایران دادم یه پولشو جلوتر داده بودم ترم اول خب شما آره هزینه یه ترم تو که شما جلوتر بدی و اینم بگم که هزینه یه ترم حالا چه زبانه چه ترم اصلیه که شما میدین آپشناله میتونید بعضی کالج ها میگن مثلا آپشناله میتونید بدی یا نصفشو بدی اینا ولی من توصیه میکنم حتما یه ترم کامل رو پرداخت کنن چون این هم تو نظر آفیسر خیلی موثره و تنها چیزی که آفیسر رو اونجا قانع کرد که حالا دو دل شده بود وقت نگاه کردید من هزینه یه ترمم رو دادم اینم خیلی براش ما آره اینم یه ذره قانعش کرد دو دل شده بود اینه که مثلا میگم شما اینجوری حساب میکنی میگی خب من پول خونم اینجوری میکنم اون اونجوری میکنم ولی یه سری هزینه های این وسط پیش میاد که شما نمیتونی اصلا روش حساب کنی یعنی از اون تصوراتی که خودت برای خودت گذاشتی مثلا میگی $20,000 خب اوکی دیگه من اینا چقدر میخوام بیکار باشم خونم که خب مثلا میام یه چیز ارزون میگیرم اونو اینجوری میکنم اونو اونجوری میکنم و اصلا معادلات شما اونطوری پیش نمیره توی قضیه خونه من گفتم که خب چه کاریه ما قرار نیست که حالا همون اول اخیر لاکچری زندگی کنیم مثلا بریم خب یه خونه خیلی خوب بگیریم تو میتام نه اصلا برای من مهم نیست حالا میرم مثلا یه جای پایین تر یه خونه یه کوچیک تر یه اتاق مثلا تا جا بیافتم و این کارم کردیم 4 ماه ما یه اتاق گرفتیم از یه خونه شیر بود آره خب اونجا هنوز تجربه اول که 2 هفته یه مهمون مثل مهمون خونه بود مثلا یه موتل بود اونجا گرفتیم بعد اومدیم بریم خونه بگیریم که دیدیم مثلا ما خونه نمیدن ما کردیت کارت نداریم این نداریم اون نداریم مثل ایران نیست یعنی بچه ها تصور اینو نکنن که آره دیگه حتی خیلی وقتا پول شما هم به تنهایی کار نمیکنه که مثلا بگی آقا من پول دارم اوکی این پول من یعنی خیلی ها اصلا میگن خب نامه کارت باید باشه گارانتور یه نفر بر شما رو ضمانت بکنه یعنی یه سه چیزا پیش نیاد هم همینطوری میره جلو که بعد ما نتونستیم و ترجیح دادیم که مثلا 4 ماه خب اوکی بعد زمستون بود خیلی هوا سرد بود هوای تورنتو خیلی سرده یادمه مثلا میرفتیم دنبال آدرس میگشتیم با گوگل مپ این دست هم از توی دستکش یعنی به همین حالت تا مثلا میسر همیشه یکی خوش شده بود یا مثلا اصلا شما یه وضعیتی بود دیگه نمیخوام خیلی تراژدیاشو بگم بچه ها هول کنم ولی مثلا اون 4 ماهی که اونجا بودیم حالا نگم خب برای کسی که 10 سال خودش سر خونه زندگی خودشه یه زندگی حالا خوبی داشته آره. و اصلا زندگی ما توی ایران قابل مقایسه خودت میدونی که نیست با زندگی هایی که اینجا هستی به لحاظ ظاهری دارم میگم یعنی مثلا لول نوع زندگی ما توی ایران خیلی با اینجا فرق داره همینجوری شما یه جوری شوک میشی وقتی میایی حالا فکر کن که مثلا خب حالا رفتی 4 ماه توی اتاق و حالا اینا بماند که چه مکافات هایی بعد خب ما گفتیم اوکی دیگه خب حالا بعدش هم میریم یه خونه میگیریم که ارزون تر باشه بعد دیدیم بیشتر از 4 ماه واقعا نمیشه مشترک زندگی کرد خیلی رو اعصابه بعد اومدیم که مثلا خونه بگیریم خب حالا اون برنامه‌ریزی که من توی ایران کرده بودم خب میریم یه جای ساده ای رو میگیریم ارزون باشه بیسمنت باشه یا مثلا حالا مهم نیست منطقه‌اش ولی شما نمیتونی این کار بکنی چون بعد میای حساب میکنی میبینی که خب اگر که بری خیلی دور مسافت ها اینجا حالا شهر کوچیک اوکیه شما رفت و آمد شما 2 ساعت باید مثلا بری تا برسی خب ماشین نداری این زمستون سنگین باید حداقل یه جایی باشی که به مترو سابوه یا مثلا اتوبوس نزدیک باشی حالا زمان بازم همونقدر طولانی هست ولی خب در دسترست باشه بعد نمیتونی تو هر محله‌ای بری چون اینجا فرهنگا خیلی یعنی تورنتو یه چیزی که من اصلا ازش راضی نیستم این تفاوت فرهنگی حالا یه وقتای خوبه اینقدر مولتی کالچر بودن ولی یه وقتای اصلا رو اعصابته یعنی شما مثلا محله مال چینیاست یه محله مال ایرانیاست این مدلیه آره به شدت این مدلیه به شدت مثلا شما یه محله همه مثلا چینی هست یه محله بیشتری ها هندی و عرب هست نه اینکه همه شو ولی خب مثلا هستن دیگه قالبشون اونه یه محله‌ای مثلا شما نمیدونی یه دفعه می‌بینی وای مثلا همه از این سیاهایی ان که خب ببین نمی‌خوام بگم سیاه‌سفید فلان اینا نداره ها ولی غالبشون محله اکثریت از یه قشن نمی‌کنه اصلا ببین سیاهای مدلی ان که غالبشون باز نمیگم همه چون اصلا اینجا این مدلی نیست تو بتونی همه رو بگی که مثلا همه این مدل همه اون مدل
مثلا چه میدونم خرید فروش مواد میکنن، یه عدهشون اسلحه دارن، یه عدهشون بعد جمعیت های زیاد زیاد تو خونه هاشون زندگی میکنن، یه حالت های یه فرهنگ خاصی رو برای خودشون دارن و همشون میتونن با هم زندگی کنن، مثل اینکه ما هممون میتونیم بهتر با هم زندگی بکنیم، اینجوریه. بعد خب حساب کردیم دیدیم نمیشم توی یه سری از محله ها رفت به لحاظ اینکه خب اصلا برای ما خیلی سخته، بالاخره یه سری از لحاظ امنیتی اوکیه اینجا، ولی خب نمیشه واقعا. بعد به لحاظ اینکه خب میگم ما ماشین نداشتیم، میخواست خب همسرم بره بیا، خیلی سخت بود. بعد این عالم هزینه بیشتری میکرد، یک مثلا اگه خیلی دور میبودی باید یه اتوبوس خب $3 $3.5 که بابت TTC میزنی، وقتی از خارج از محدوده باشه $3 باید بیشتر بزنی. خب اینا رو ما حساب میکردیم، در نتیجه باعث شد بیایم یه خونه بگیریم که هم بتونیم به صورت طولانی تر اونجا بمونیم، هم توی منطقه باشه که هر سال یه عوض هم نکنیم دیگه خونه رو. خب مجبور شدیم که هزینه بالایی رو برای اجاره خونه بدیم، اون تصوری که داشتیم باز دوباره نشد، باز عملی نشد. میخوام اینو بگم که اون چیزی که شما تو ایران الان برای خودتون میسازید، میگید مثلا من ماهی 1500 مثلا، اینجا نمیشه. مثلا شما میگید من ماهی 1500 اجاره میدم، 500 تا میخورم خورد و خوراک، اینا همه متغیره بسته به هر فرد و هر شرایط زندگی داره، ولی اینجا یه سری خزینه‌ای به شما تحمیل میشه و یه سری خزینه‌ای که شما توی برنامه‌ات حساب نکردید بابتش. اینا برای پیش میاد، هزینه وای فای، نمیدونم هزینه اینترنت، خط تلفن، اینا چیزایی که هزینه فیکسی که اینجا داریم. توی ایران مثلا شما هر چقدر با تلفن کمتر صحبت کنی قبض تلفنت هم کمتر میاد، شما مدیریت میکنی. حالا میخوای صحبت کن میخوای نکن، شما اصلا یه قرارداد یه ساله بستی، شما اصلا اینجا باش ایران باش، تلفنتو خاموش کن بذار کنار، شما باید ماهی $120 تو بدی. شما اینترنت تو چی یه نفر استفاده کنه، چی یک هیئتی بیان تو خونه شما اینترنت استفاده کنن، شما باید مثلا ماهی همون $50 تو بدی، حالا هر چی که هست $40. یعنی یه سری میخوام بگم حساب های مثلا که حساب نمی کنید و اینجا شما باید بدید. و این چیزی که من هم حالا همیشه میگم که این دانشجوی اومدن سخته، تمام این مشکلات که من گفتم و شما داشته باشین، به علاوه اینکه شما باید با یه سری روش‌های متفاوتی که اصلاً شبیه درس خوندن تو ایران نیست درس بخونید، که خودش داستانه، یعنی خودش یه لایوه، یعنی که من بخوام بگم درس خوندن اینجا اصلاً چه مدله. یه ولی بعداً به همون بگی، واسه منم جالبه. من حتما، یعنی واقعاً یه لایوه، اینو بی اقراق میگم که مثلا من بخوام بشینم بگم که خب حالا درس خوندن و خود بحث کالج و ارتباط با استاد و اینا رو من بخوام اصلا بگم، خودش یه مبحث جداست، اصلا توش نمیرم. اگر خواستین حالا یه دفعه دیگه مثلا میرم. آره هست. آره. ولی خب کلا میگم با این شرایط حالا شما بخواید درس هم بخونید، تمرکز بکنید که مثلا حالا میخوای که درست هم خوب بخونی، چون پول داری میدی و زمان زیادی داری برای صرف میکنی، کیفیتش دوست داری که بالا باشه، و با توجه به مسائلی که برات پیش میاد و تو هر بار که مثلا میبینی که تو داری $8,500 ببین این اصلا هضمش آسون نیست، شوخی نیست، 8,500 ریالو تبدیل به دلار کردیم و بردیم، حتی همون موقعش که 3000 خورده ای تومن، حتی همون موقع ببین $8,500 حتی الان که مثلا خب اینجا داریم، من مثلا پولی که داره از اینجا در میاد، خودم هنوز نتونستم کار بگیرم ولی خب شوهرم داره به سختی کار میکنه، $8,500 همچنان زیاده حتی اگه اینجا در بیاد. بعد وقتی که شما میبینی که دوست شما کنار شما نشسته و داره $500 میده و شما داری $8,500 میدی و این اصلا شرایط چیز اصلا نمی گنجه، ببین این خیلی سخته. بعد اونجایی که به خودت روزی هزار بار میگی که خب کاش دیرتر می اومدم، منم می اومدم از خدمات استفاده میکردم، گفته بود منو. ببین درس خوندن خیلی خوبه اینجا، شما یعنی شاید خودت هم بعدم به این نتیجه شاید رسیدی یا اینکه در آینده میرسی، وقتی اینجا کسی میخواد زندگیشو اینجا بنا بکنه، هر چه قدم تو ایران درس خونده باشه دوباره باید اینجا درس خودشون رو بخونه. یعنی اگه میخوای یه زندگی خوبی داشته باشی، نه اینکه حالا فقط بیای بخوری بخوابی حل بشه بره، میخوای یه زندگی خوبی، آینده‌ای که خودت دوست داری، اون کاری که خودت دلت میخواد و انتخاب بکنی، باید درس خودشون رو بخونی. یعنی که از درس به نظر من نمیشه فرار بکنی.
ولی خب خیلی فرق میکنه که شما حمایت دولت رو داری، زندگی همه چیز روتینه، خب حالا درس هم در کنارش میخونی، در کنارش یا کار میکنی یا همون کمک هزینه که میگیری راحت میتونی زندگی بکنی. خب این خیلی فرق میکنه تا اینکه شما بیای 8500 دلار بدی خونه میخوای بگیری، خب خیلی جاها رو بهت نمیدن چون تو دانشجویی، یه سری کارهایی رو میخوای انجام بدی، به هر حال یه آدمی هستی اینجا که چیزی یه پا رو هواست، یعنی خیلی از جاها یه خیلی چیزا شاملتون نمیشه، در صورتی که تو داری چندین برابر پول میدی و اینا همه مسائلیه که تو بعدا به این نتیجه میرسی که خب کاش دیرتر میومدم، ولی خب با یه شرایط بهتری میومدم، با سختی کمتری میومدم ولی دیرتر میومدم، ولی دیرتر میومدم. من اگر برگردم حتما، یعنی حاضرم ساسکاچوان یا حتی استانهایی که خیلی دیگه سرده یا مثلا خیلی دورتره انتخاب میکردم، ولی با این شرایط نمیومدم چون این شرایط، بازم میگم شاید برای بعضی ها کار کنه، شاید بعضی ها خیلی باهاش اوکی باشن، فاند میگیرن براشون کار میکنه، فکر میکنم صرفا علت این که براشون کار کنه اینه که پول زیاد داشته باشن، ولی همون افراد با همون پول زیاد هم وقتی بیان اینجا و این تبدیل دلار ریال به دلار انجام بشه و هزینه های اینجا رو ببینن، فکر میکنن که ایران، فکر میکنن این پول خیلی پوله، ولی اینجا خیلی پول نیست. و اصلا تو وقتی واسه پولت زحمت کشیده باشی اصلا دار پول هست، ولی دلت نمیاد اصلا پول رو اینجوری خرجش کنی وقتی میدونی راه بهتری هست که این پول رو خرج نکنی. دقیقا همینه، راه خیلی خوبه، عاقلانه ای نیست، مگه اینکه تو به یه علتی به یه دلیلی واقعا اولویتت اول از همه این باشه که فقط زودتر از ایران بیای بیرون. یعنی من فکر کنم تنها چیزی که بتونه این موضوع توجیه کنه تو چیزی اون پشت داشته باشه که فقط بخوای تو بیای بیرون. میدونی چی میگم؟ دقیقا همینی که میگی، من خیلی با این موضوع موافقم، چون در غیر این صورت توجیهی نداره که تو این هر پولی که تو ایران به زحمت به دست آوردی، ببین مثلا 30 میلیون حتی همین الان که خب من میدونم پول تو ایران خیلی ارزش شده، خب مثلا 30 میلیون دیگه چیزی نیست، ولی 30 میلیون رو یه نفر نمیتونه ظرف یه سال دو سال در بیاره، یه آدم عادی رو دارم میگم که میخواد با کار کردن معمولی 30 میلیون. و من دو ماه هر دو ماه داشتم 30 میلیون میدادم، اون روز 30 میلیون خب 3000 دلار اون روز، الان که خب خیلی بیشتره، مثلا فکر میکنم الان با این وضعیت نزدیک مثلا 40 خورده ای دلار تومن شده باشه، 40 میلیون مثلا شما بدی، خب این خیلی دردناکه. خب این پولو شما تو ایران با 40 میلیون خیلی کارا میتونستی بکنی، شما میخواست نمیدونم یه استاد بری بخری بشینی کنار خودت، استاد آیاز شبانه روزی به شما درس بده، 30 میلیون نمیشد، ماساژت هم بده غذادم درست کنه، به خدا ماساژ هم میداد، یعنی ماساژ میداد، نوشیدنی میداد، غذا میداد، من یه نفر استخدام کردم غذا درست کنه خونه من فقط بشینم درس بخونم، 30 میلیون نمیشد. خب اینو همه بود دیگه، و در نهایت منجر به این شد که ما اینجا باشیم. نمیگم که پشیمونم، چون حالا میگم در ازاش حالا خب دیگه ویزای کار بود و شما کار میکرد و الان سابقه کاری داره، ولی اگر الان برگردم حقیقتا دوباره این راه رو انتخاب نخواهم کرد. این از کل ماجر. یعنی چی؟ تحصیلی نمیای میشینی اکسپرس میای؟ یا ببین اگر میتونستم، ببین اولویت بندی، اگر الان دوباره برگردم به عقب، اگر میتونستم تهای استانی حتی دورترین استانا میرفتم. خب اگر نمیتونستم واقعا دیگه، یعنی هیچ کدوم از راه ها، اکسپرس که در هر صورت اگه دوباره هم برگردم شاملم نمیشه، اگر که استانی بود استانای دورم حتی میرفتم، اگر نمیشد آیلتس میخوندم، با آیلتس دوباره اقدام میکردم برای همین دانشجویی، یا میومدم برای فاند تلاش بیشتر میکردم، وقت میذاشتم، و یا اینکه در نهایت اگر همه اینا دیگه انجام نمیشد میومدم یه جایی رو انتخاب میکردم، مثلا همین اتلانتیک و اینا، اونجا دانشجویی میرفتم که بدونم بعد از این گارانتی باشم، این کارو میکردم. یعنی اینا همه اولویت بندی من الان چیدم که بچه ها بدونن که مثلا دقیقاً، نمیگم چون واقعا برای بعضیا هنوز دانشجویی کار میکنه، شاید هنوز بتونم فقط رو این موضوع مانور بدن، ولی اینا طبقه بندی هاشه. یعنی الان باز دوباره میگم اگر
خودم به شخص فرانسه بلد بودم، خب مونترال انتخاب میکردم که هزینه هام کمتر باشه و طرحهایی بود که بعد از اینکه درسم تمام بشه یه راست میرفتم تو طرح اقامتی و نیاز نبود که مثلا حالا حتما کار بکنم و یه سری مسائل دیگه. برای همین میگم اگر دیگه در نهایت برسیم به دانشجویی، دانشجویی هم میتونه شسته رفته تر از این راهی که من اومدم باشه. خب داشتن آیلتس و انتخاب یه جایی که آینده بهتری داشته باشه، نه به صرف اینکه من تورنتو انتخاب کردم به خاطر اینکه فرصت‌های شغلی بیشتری داره، من در نهایت بتونم راحت‌تر کار بگیرم. ولی تموم میشه من مجبورم سیو کنم دوباره بیام. بله بله بله. دارم تو درست بیای بالا. مثلا بدیم و ببندیمش. بله بله بله. 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 بله.